زمانی که بحث از مشارکت سیاسی زنان به میان می آید، بسیاری آن را به موضوع انتخابات منحصر می کنند و این مشارکت را صرفاً در انتخاب شدن یا نشدن در پست‌های عالی یا نیمه عالی سیاسی می دانند. برخی نیز در این میان معتقدند که فعالیت‌های برابری خواهانه سیاسی نیست و به آن عنوان مدنی می دهند. بسیاری از کنشگران حوزه زنان نیز در این گروه جای می گیرند. در مقابل، شماری از آنها بر این باورند که فعالیت‌های مدنی ارتباط مستقیم با کنش‌های سیاسی و سیاستمداران دارد که با وضع قوانین، تحمیل محدودیت‌ها و خشونت‌های اجتماعی و همچنین تبعیض‌های جنسیتی در سیاست به دنبال راندن زنان از مشارکت سیاسی هستند. این گروه معتقدند که هر حرکت برابری خواهانه نیز سیاسی است. عدم ورود زنان به سیاست یا مسائل سیاسی را میتوان حتی نوعی موضع‌گیری سیاسی دانست. مهر سکوتی که عده‌ای بر لب‌های خود زدند تا نشان دهند زنان برای رسیدن به مشارکت سیاسی قابل توجه بایستی از لایه‌های بسیاری عبور کنند تا بتوانند جنسیت زن را همراه با مسائل سیاسی جا بیندازند. لایه‌هایی که از زندگی شخصی خودشان آغاز می‌شود و تا سطوح بالای اجتماعی و سیاسی پیش می‌رود. با این وجود زنان بسیاری هستند که در پستوهای خانه‌های خود به مبارزه علیه فرهنگ مردسالار برخاستند. زنانی که تأمین کننده معاش خانواده هستند و در این حال استقلال مالی زن را مقدم بر هر چیزی می دانند. این گروه معتقدند زنان باید از نظر مالی از مردان زندگی خود مستقل باشند تا به این دلیل مورد سرکوب جنسیتی بیشتر قرار نگیرند. برخی دیگر از زنان نیز هستند که با وجود اطلاعات کم از مفاهیم مدرن مثل فردیت یا حقوق انسانی به تنهایی مقابل فشارها و خشونتها ایستادگی می کنند و با فرهنگ مردسالار و پدرسالار که ریشه در تاریخ ایرانیان دارد به مبارزه مشغولند. تن به هر چیزی نمی دهند و در موارد بسیاری حاضرند به تنهایی فرزندان خود را بزرگ کنند، اما اسیر چنین فرهنگی نباشند. گروهی با تشکیل کلاس‌های خانگی یا شرکت در جلسات مذهبی سعی در این مقابله دارند، هرچند که ممکن است نامی از آنها مطرح نباشد. ولی باید این سؤال را مطرح کرد که آیا صرفاً به زنان اجازه مشارکت سیاسی داده نمی‌شود یا آنها تمایلی به ورود به این عرصه ندارند؟ ما بدون اینکه بخوایم برگردیم توی ایران و مناسبات رو خیلی دقیق ارزیابی کنیم، با عین این موزل در واقع اپوزیسیون در خارج از کشور، در رسانه‌ها، در احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی از مشارکت سیاسی زنان یکی از معضلات و چالش‌های جدی است که سازمان‌ها یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی باهاش روبرو هستن. شما چیزی رو که یاد نگرفتین که میتونین و تجربه زندگیش رو ندارین، وقتی تو از مدرسه از بچگی به شما یاد داده نشده که شما صاحب قدرت هستین و میتونین این قدرت رو اعمال بکنین، شما حق دارین که تواناییاتون رو به کار بگیرین، حق رهبری دارین، حق پیش برده کار و مدیریتش رو دارین، طبیعتاً این حق رو یهو شما دیگه وقتی مثلا به سن قانونی رسیدین فکر نمی‌کنین اوکی پس من برم لطفاً کاندید شم برای ریاست جمهوری. کما اینکه در خیلی از مناسب دولتی ایران زنان حق ورود ندارن و این حق به این معنی نیستش که به شما بگن حق دارید و شما بلافاصله بتونید از این حق استفاده کنید. استفاده از حق نیز یک پروسه است، یک رونده که شما تو زندگی اجتماعیتون یاد میگیرین. شما میبایست در مثلا نهاد دانشجوییتون حق داشتین برین توی مدیریتش بشینین که بعد یاد بگیرین میتونین وزیر هم بشین، که بعد یاد بگیرین میتونین تو مناسب دیگه هم دخالتگر باشین. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی ارائه داده، تو سطوح مدیریت در مجموع چیزی نزدیک به 2.5 تا 3.5% ما با زنان روبرو هستیم. حضور زنان در جامعه‌ای که 13% زنان شاغلند و حضور اجتماعیشون به این حد محدود میشه، خب انتظار این که توی مناسب دولتی شرکت داشته باشن انتظار بیهوده است.
ضمن اینکه موانعی که بر سر راه اینها هست، موانع مرئی و نامرئی، نباید دست کم گرفته بشه. اونجایی که زنان برای مثلا هیئت مدیره ها حق در واقع باید انتخاب بشن، خب مردان انتخابشون نمیکنن. اونجایی که زنان باید با توانایی خودشون برسن به یه جایی، خب موانع نامرئی بسیاری وجود داره که یک زن، ما توی تحریریه روزنامه ها میبینیم زنانی بسیار بهتر از مردانن ولی مردی از راه میرسه و سردبیری رو به عهده میگیره. این تجربه ایست که بسیاری از روزنامه‌نگاران زن داشتن و تعجب میکردن ولی نمیتونستن هم اعتراض بکنن. و در خیلی شغلهای دیگه هم همین وضعیته که عمدتا مدیران یا کسانی که دست بالا رو دارن زنان نیستن. خب توی یه همچین فضایی خیلی ما نمیتونیم متهم بکنیم زنانو که چرا نمیرن، نمیجنگن. انرژی بسیار زیادی میخواد. این واقعا این خواسته ای که خیلی وقتا به ما میگن خب شما میکردین، شما میگفتین، شما میرفتین میخواستین. انرژی زیادی که ما باید بذاریم برای اینکه یک جایگاه برابر با مرد همتای خودمون، اگر نه مرد ضعیفتر حتی، رو داشته باشیم، انرژی بسیار زیادی است. همیشه زنان آماده نیستن این هزینه و این انرژی رو بکنن. اینه که بی‌بایستی صحبت از تبعیض مثبت میشه، یعنی راه رو باز بکنن که زنان بدون اینکه زحمتی برای مبارزه برای گرفتن یه جایگاه اضافه به خودشون بدن، حق داشته باشن به همون میزان که مردان این زحمت رو خیلی وقتا به خودشون نمیدن. شما تصور کنید اگر جهان امروز حاصل مدیریت زنان بود، مردان حق داشتن بگن خب شما چیکار کردین، برین کنار بدین دست ما. ولی امروز اینو نمیگن. نمیگن ما سالهاست داریم همه جای جهان، از پوتین شما بگیرین، یک در واقع دولت بسیار مردانه و مردسالار رو ایجاد کرده و من فقط به جنسیت بیولوژیک این رهبران اشاره ندارم، به سیستم فکری که ایجاد کردن. و با وجود این انتقاد به این که میتونن، دلیلش میتونه نگاه مردانه باشه، بسیار ضعیفه. ما سیاست رو تعریف بکنیم، سیاست یک رفتار اجتماعی است. و اگه علم سیاست رو تعریف بکنیم، علم سیاست در واقع علمی است برای به دست گرفتن قدرت. یعنی شما چه زنان چه مردان وقتی که در سیاست شرکت میکنن به خاطر به دست گرفتن و اشتراک در قدرت هست و برای این که در سیاست شرکت میکنن. اون چیزی که در سیستم قبلی در بود در ایران بود و این با و این چیزی که در امروز وجود داره، گرچه دارای تفاوت‌هایی هستند با هم، ولی مشارکت سیاسی زنان را بسیار بسیار اندک می‌کنند به دلیل قوانینی که وجود داره. این قوانین همشون قوانین دست و پاگیر هستن و این قوانین هم مسلماً هست در عرض بسیاری از سالها با اون سرکوب‌های خونینی که شده، مثلا سرکوب‌هایی که در اوایل 60 شد در ایران، بعد این در واقع توانست بسیاری از جنبش زنان را، بسیاری از جنبش در واحدهای ملی و در جاهای دیگر را سرکوب بکنند و اونها را از شرکت آزادانه به دلیل همین فشارها باز بدارد. من فکر میکنم علت اینکه مشارکت زنان در ایران تو بخش سیاسی کم هست، ایدئولوژیک بودن حکومت ایران. یک حکومت ایدئولوژیک نه فقط به زنها، حتی به مردها هم خارج از معیارهای ایدئولوژیک خودش امکان مشارکت نمیده. جمهوری اسلامی اصولاً با زنان، مقوله زنان، مقوله آزادی زنان، مقوله مشارکت زنان مشکل ایدئولوژیک داره. به خاطر همین شما میبینید مثلا فرض کنید در مجلس شورای اسلامی 7-8 زن هستن، در حالی که در بسیاری از کشورهای مشابه جمهوری اسلامی ممکنه حتی 2 زن هم نباشند. ولی این زنا الزاماً باید اون قوانین مردسالار رو به اصطلاح بپذیرند، کما اینکه ما میبینیم در بسیاری موارد در مورد قوانینی که در مجلس مطرح میشه، موازهی که زنان میگیرن مردسالارتر از مردانه. به این دلیل زنان جامعه ایران که مشکل اساسی با حکومت دارن به خاطر محدودیت آزادی هاشون، کششی برای مشارکت ندارن، چون میبینن الگوهای مشارکت رو میبینن چه کسانی هستن. اگر یک زن بخواد امروز در
نهادهای سیاسی کشور مثل ریاست جمهوری، وزارتخونه ها یا مجلس شورای اسلامی مشارکت داشته باشه، در درجه اول باید پوششش و ظاهرش دقیقا اون چیزی باشه که حکومت میخواد. و خب اکثریت زنای ایران چنین چیزی رو نمیخوان، میخوان آزاد باشن. به همین دلیل که ما میبینیم بخش قابل توجهی حتی از کارمندان عادی دولت هم در سالهای گذشته استعفا دادن یا خودشون رو بازنشسته کردن و کار نمیکنن. از سالها پیش که جریانی به عنوان جنبش زنان ایرانی قدم به عرصه حضور خیابانی و گفتگو با مقامات سیاسی گذاشت، این چند دستگی نیز پیش آمد. عده‌ای معتقد بودند که برای تغییر قوانین یا مطرح شدن تبعیض‌ها علیه زنان بایستی با سیاسیون مذاکره کرد و برخی دیگر چنان خود را مبرا از این گفتگو دانستند که حضور خیابانی خود را گسترش دادند یا به تولید اندیشه بدون اشاره به سیاست پرداختند. در هر دو صورت اما همان لایه‌های خشونت و محدودیت‌ها که آنها را همراهی می‌کرد قدم به قدم همراهشان شد. جنبش زنان و مطالبات برابری خواهانه نیز محدود به مرکز نشینان یا شهرهای بزرگ شد، در حالی که چه مطالبات برابری خواهانه و چه مشارکت سیاسی و اجتماعی بالا خواسته زنان بسیاری از شهرهای دیگر کوچک یا حاشیه‌ای نیز بود. گروهی نیز مانند همه جای دنیا خود را در فرهنگ مردسالار غرق کردند و به فرودستی زنان تن دادند. در این میان باورهای سنتی و مذهبی نیز به کمک تقویت این نظریه آمد که سیاست کاری مردانه است و زنان بایستی در تربیت و فعالیت سطحی اجتماعی شریک شوند تا اطلاعات خود را در حوزه‌هایی که برای آنها تعیین شده بود بالا ببرند. بر اساس سنت‌های حاکم بر جامعه ایران که دامان پادشاهان و روحانیون را نیز گرفته و همچنین طبق آموزه‌های مذهبی که در بیشتر ادیان مطرح است، زنان صرفاً وظیفه همسری، مادری و تربیت فرزندان را بر عهده دارند و مشاغل و فعالیت‌های مهمتر به همراه تأمین معاش که قدرت اقتصادی محسوب می‌شود در اختیار مردان است. بحث‌های سیاسی بین مردان یک خانواده جریان دارد و زنان در گوشی زمزمه هایی دارند. چه بسا اظهارات سیاسی آنها نیز به جدیت مردان شمرده نمی شود. یکی از همان لایه های اجتماعی که باعث عقب راندن زنان از حوزه سیاست و همچنین مشارکت فعال در آن شده است. مشارکت سیاسی در کشورهای استبدادی بیشتر جنبه یه جور فرمایشی داره به طور کلی، چون دموکراسی که نیست و بدون دموکراسی که مشارکت سیاسی معنا نداره به یک معنی. اما به هر حال در ایران با توجه به اینکه این انقلابی شد و به هر حال عناصری از جمهوریت هم به این نظام تحمیل شده، بالاخره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و غیره، این انتخابات وجود داره که هرچه دموکراتیک نیست و به یک معنی درجه بسیار نازلی از به اصطلاح مشارکت سیاسی وجود داره، ولی من معمولا حتی خیلی از این مشارکت ها رو بیعت خواندم تا مشارکت، چون وقتی شما نمیتونید اون کسی که خودتون دلتون میخواد انتخاب کنید، بلکه اون کسایی که به شما تحمیل میشن مجبورید یکیشو انتخاب بکنید، نوعی بیشتر خودسپاریست، نوعی بیشتر پیرویست، نوعی بیشتر همراهیست با کسانی که به عنوان مثلا نمایندگان و رهبران سیاسی به شما ابلاغ میشه که از میان اینا میتونید انتخاب کنید. این بنابراین به این معنی مشارکت سیاسی در جامعه ایران میلش بالاست، ولی به دلیل محدودیت قوانین استبداد دینی حاکم در ایران زمینه یک مشارکت سیاسی گسترده آنچنان وجود نداره، بلکه بسیار محدوده. در مورد زنان قضیه از این هم بدتره، چون که زنان حق انتخاب شدن ازشون سلب شده. شما نمیتونید مثلا رئیس جمهور زن باشید در جامعه، بلکه فقط میتونید انتخاب بکنید. ببینید، مشارکت سیاسی زنان بستگی داره که اینو ما از چه جنبه ببینیم یا چه شکلی تعریف بکنیم. به نظر من هر زنی در ایران به هر شکلیش که کاری میکنه که با اون چارچوب هم رژیم هم ملاک و معیارهای اجتماعی
بخشن که زن ستیزه نمیخونه مشارکت سیاسی کرده، یعنی از این که حجابش، از این که تعیین نوع زندگیشو خودش تعیین بکنه، این که کار بکنه، این که با وجود این که بچه داره ساعتها سوار تاکسی بشه، بچهشو بذاره کودکستان بعد بره کار، اینا رو من مشارکت سیاسی میدونم. ولی فکر میکنم منظور شما از اینه که این زنان در عرصه های سیاسی فعالیت بکنن. ببینید این به نظر من اگه خیلی واقعی به مسائل جامعه ایران برخورد بکنیم، این یک چیز لوکسیه برای جوامعی مثل ما. وقتی که حالا اگه اشتباه نکنم مثلا 17 میلیون ما زن آماده به کاری که توانایی کار کردن تامین معاش، یعنی دقیقا داشتن درآمد رو دارن و کمتر از 1 میلیون شاغلن، خب بعد شما باید از زندگیت از یه جای شروع بکنی. اول اینکه باید درآمد مالی داشته باشی دیگه، درآمد مالی داشته باشی که بتونی اون وقت تعیین بکنی که من حالا میخوام مثلا با زندگیم چی کار بکنم. این در جامعه ایران حرف اول رو میزنه که نیست، یعنی زنان بخشن مجبورن هر چیزی رو تحمل کنن برای اینکه نان ندارن بخورن، نانآور میخوان، نانآورم مرده، خب بعد اون وقت تمکین کنن. بریم یه مرحله بالاتر، حالا یه زنی این کار میکنه، پول داره، زندگی خودش رو میخواد تامین بکنه، حالا میخواد مشارکت سیاسی بکنه. این مشارکت سیاسی باید تعلیم و تربیتی که زنان شدن، همون کلیشه، ما تمام این جامعهمون، خب از فقط هم مذهب نیست، تمام عرف و فرهنگ و همه اینا فرهنگ غالب مرد سالار و پدر سالاره. خب اینا تمام اصلا ببین یه بچه میره کودکستان، میره مدرسه، من واقعا سرش کار کردم، الان در حوصله این مصاحبه نیست، اینکه کلیشه‌هایی که تو این کتاب به این دختر بچه داده میشه همش یه دختر بچه منفعله، منفعله، یعنی انفعال و جنس دوم بودن و عقب نش، در صورتی که مثلا عکس پسر اینه که فوتبال بازی میکنه، بالا و پایین میپره، تا اینی که مامانه، تا اینی که جامعه، بعدن در خانواده، حالا خیلی از سیستم آموزشی شروع میشه، این دختر بچه میاد خونه میبینه که مامانی منه که صبح تا شب تمیز میکنه، درست میکنه، دستشویی ها میشوره، آشپزخونه، میبینه دیگه خودش همانندسازی میکنه با مادرش، بعد بابای من میره زحمت میکشه کار میکنه، ولی وقتی میاد دیگه مثلا روزنامه میخونه، تلویزیون میبینه، استراحت میکنه، ولی مامانی من مثلا. بعد حالا این زن این کلیشه رو که میگیره خیلی آگاهه، میگیریم خیلی آگاهه، با تمام این آگاهانه برخورد میکنه. بذارید رو بیشتر از 70 میلیون جمعیت ایران ها، ببینید با چند تا اون وقت زنهای اینجوری میتونیم داشته باشیم. اولا لازم مالی تامینه، خیلی آگاه روشنه، با اون کلیشه هایی هم که از بچگیش بهش دادن تا خانواده تا دانشگاه تا همه چیز، حالا شده مثلا یه خانم آگاه و روشن و جوان میخواد حالا مشارکت سیاسی بکنه. این مشارکت سیاسی اولا این که چقدر براش موانع است، چقدر براش موانع است، یعنی اصلا همون کلیشه ها فکر نمی کنن که این خانومه همینجا تو خارج کشورش هم، والا من میبینم خب خیلی ممکنه عقلش بیشتر از اون آقا برسه، تو خیلی مسائل هم ممکنه صاحب نظرتر باشه. شما طیف وسیع از مسائل رو اینجا میبینید که همچنان صاحب نظراش یا کسانی که دعوت میشن یا برده میشن اینو مردانن. آیا نیست صاحب نظر زن در موردش؟ پس چه کسانی انتخاب میکنن؟ یعنی جایی که حتی صاحب نظر زنم هست باش حرف بزنن، ببرن ازش مصاحبه بکنن، برای اینکه اون انتخاب کنندگان مردن. جایی که شما دست کم گرفته میشین، به شما نگاه ابزاری میشه، شاید طبیعتا شما علاقه ندارین توی شرکت بکنین. اینو من خیلی وقتا مثال براتون بزنم، دعوت میخوان آدمو بکنن برای یک سخنرانی، زنگ میزنن میگن خانم همین برنامه سخنرانی داریم مثلا هفته دیگه، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی هستن، ما گفتیم بد نیست خانوما هم باشن، میخواستیم ببینیم شما وقت دارین یا نه. خب شما یک همچین دعوتی رو قطعا بهش جواب نمیدین، برای اینکه شما این احساسی که بهتون دست میده،
که در آخرین لحظه پس از تنظیم برنامه تصمیم گرفتن یک زن هم باشد. در واقع نگاهشون به شما نه بر اساس توانایی ها و ارزش افزوده‌ای که برای اون جلسه حضور شما داره، اون نگاه نیست. نگاه اینه که خوب است باشد تا دیگران ساکت شوند. بعد تعجب میکنن که چرا بسیاری از زنان جواب نمیدن. این رو بهش اضافه بکنیم که بسیاری از زنانی که بهشون رجوع میشه و فعال سیاسی اجتماعی هستن، با وجود حتی در نسل قبلی مسئولیت‌های خانوادگی دارن، از مادر پیرشون که باید نگهش دارن تا فرزند بیمار، تا فرزندانشون، تا رسیدگی به شوهران بیکار در واقع باید برن کار کنن تا همسران بتونن سخنرانی‌هاشون رو ادامه بدن و غیره. این پشت صحنه گرفتاری‌های زنان دیده نمیشه. من این رو بسیار بهش برخوردم. فعالینی که از ایران خارج شدن، اونهایی که بچه دارن، اساسا دقت نمیشه که اینها با بچه هاشون دارن تنهایی در یک محیط جدید زندگی میکنن و این وظیفه رو به دوش میکشن. بعد انتظار دارن هر وقت دعوت کردن اینا حاضر باشن به شهر دیگه ای برن. و وقتی که تعداد زنان در جلسات، در سخنرانی ها، در مصاحبه ها کاهش پیدا میکنه، بعد میگن تقصیر خود زنانه، نمیان. نه، شما هم امکانی براشون فراهم نمیکنید. شما هم زحمتی نمیدین به خودتون. وقتی در استکهلم که ده ها زندانی سیاسی زن دهه 60 هست، سپتامبر برنامه برگزار میشه و 5 مرد سخنرانن، نشون میده که چقدر نگاه جنسیتی ما نداریم. ایجاد فضا برای حضور زنان فقط تو مناسب دولتی نیست، فقط تو احزاب سیاسی نیست، حضور اجتماعی زنان مهمه. نمیتونین شما به من بگین که در استکهلم زندانی زنی وجود نداره. حداقل 2 کتاب زندان نویسندش در استکهلم زندگی میکنن. این نمونه ها رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم که علاقه در واقع مردان نمیفهمن که زنان رو حذف میکنن. این عادت آنچنان ریشه داره وقتی بهشون بگین یه توجیه براش دارن. مردسالاری یعنی که خیلی راحت این آینه رو بذاریم جلوشون، بگیم شما زندانی دهه 60 بودین، کتاب نوشتین، ولی در مناسبات جنسیتی باز تولید و تکرار همین مناسبات موجود هستید. بعد میگن که با خانوما تماس گرفتیم کسی وقت نداشت. جلسه ای که شما نتونین تناسب جنسیتی توش رعایت کنین نباید برگزار کنین. من اینو به طور جدی معتقدم. برنامه ای که نتونین تناسب جنسیتی نباید اجراش کنین. به طور جدی اولویتتون برای برگزاری یک برنامه این باشه که از نیرو و توانایی زنان باید استفاده بکنیم. باید بشکنیم این تصویر رو که فقط مردان کچل و شکم گنده و با سیبیل هستن که فکر ایجاد میکنن. و وقتی این تصویر رو شکستین، یکی از اصلی ترین تصاویری که جمهوری اسلامی طی این سالها باز تولید کرده رو شکستین. و بعد مردم یاد میگیرن که سوال گنده‌ای بذارن که چرا زنان در ایران حق ریاست جمهوری ندارن. وقتی شما حق یک سخنرانی ساده رو نمیدین بهشون، بعد میگین که خود زنا بذارن. خب بیان بکنن. دوستان عزیز، محافل دوستانه مردانه داره تعیین میکنه روابط سیاسی شهرها رو. و این محافل بسیار قوی تر از قدرت فردی من و یا ایکس هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که این نگاه ما نباید برگرده فقط به جمهوری اسلامی و داخل ایران. حذف زنان از عرصه‌های متفاوت زندگی، حذف روزمره و دائمیه که در همه جا داره رخ میده. کمتر و بیشتر، آگاهانه و ناآگاهانه. این زنان هستن که به نظر من باید خیلی قاطع جلوی این بیستن و دائم ما صدامون رو بلند بکنیم. دائم غر بزنیم به این عدم حضور. ببینید خیلی سخت هست. در واقع شما دائم دارین یک چیزی رو گدایی میکنین که حقتونه. چیزی که از شما گرفته شده رو دوباره دارین باز پس میگیرین. بعد کسانی که نه فکر دارن نه صاحب اندیشه هستن، جایگاهایی رو اشغال میکنن که زنان بسیاری در واقع حقشون بوده و از اون جایگاه بهره نتونستن ببرن. مناسبات قدرت رو دست کم نگیریم. فکر نکنیم زنان خودشون اگه بخوان میتونن هر کاری بکنن. این یک عمل اراده گرایانه نیست.
این یک عملی است که به یک بستر اجتماعی مناسب احتیاج داره، به یک پشتوانه قانونی و حقوقی احتیاج داره و به یک جنبش اجتماعی که پشت این مطالبه بیسته و زنها رو تقویت بکنه برای ورود به این عرصه. ببینید این مسئله ای که میگوین که یک در واقع یک بستر به گفته شما پدر سالارانه و مرد سالارانه وجود دارد با واقعیت تطبیق میکند و سازگار است. چندی پیش یکی از رؤسای جمهور فکر کنم لیتوا بود به نام خانم ویک، اگه یادم نرفته ویک فریبرگ رئیس جمهور بود و در 2005 یا 6 در سازمان ملل خودش رو کاندید کرده بود برای اینکه دبیرکل سازمان ملل بشود و استدلالش هم کاملا منطقی بود. میگفت خیلی خوب، وقتی که نیمی از جهان، یعنی بیشتر از حتی از نیمی از جهان رو زنان تشکیل میدن، پس چرا باید سازمان ملل متحد به عنوان در واقع مشارکت دهنده همه کشورها، 1293 کشور که در اونجا هستند، به یک کلوب مردانه تبدیل بشود؟ و چرا زنها باید نباید خودشون رو کاندید بکنن؟ و چرا یک زن نباید کاندید دبیرکلی سازمان ملل بشود؟ اینو شما اگه خورد بکنید، بیایید در بستر یک کشور شناخته شده ای قرار بدید مثل ایران، خب بله، این کاملا کلوپ مردانه هست، یعنی کلوپ مردانه ای هست که زنها خیلی کمتر درش شرکت دارن. این یه مسئله است. اگر از مسئله روابط بین الملل هم شما نگاه بکنید، خود روابط بین الملل هم معطوف به قدرت است. یعنی بعد از، اگر شما نگاه بکنید، بعد از پیمان نامه وستفالن در 1648 یک اصلی هست درش به عنوان اینکه عدم مداخله در کشورهای دیگر. این باعث می شود که سازمان ملل و مناسبات بین الملل و سیاست جهانی در کشورهای دیگر نتوان دخالت بکنند. یعنی این قدرت در واقع این سیاست داخلی است که باعث می شود که زنان دور نگاه داشته بشوند از شرکت کردن در روابط بین الملل در سیاست جهانی. این مخصوص کشورهایی است که ما درش صحبت میکنیم، مثل ایران که از یک سیستم غیر دموکراتیک استفاده میکنند، در صورتی که در کشورهای دیگر اگر شما حتی نگاه بکنید، مثلا در همین آلمان یک درصدی بسیاری را برای شرکت زنان در پارلمان رزرو میکنند، یا حتی در مکزیک هم اینطوری بوده، ولی در ایران به این شکل نیست. اون مسئله دیگه هم که ما مورد اولین بار در موردش صحبت کردیم، یعنی مسئله این که خود جامعه هم با توجه به اون فرهنگ، با توجه به اون تردیسیون یا با اون آداب و سنت هم در واقع صد دیگری است. بله، این کلوپ مردانه وجود داره، این یه مورد است. مورد دیگه خود زنان هم هستن. شما میدونید در جنبش فمینیستی هم ببینید، جنبش فمینیستی زنان خیلی دیر وارد سیاست شدن به شکل گسترده، من میگم در کشورهای مثل ما. در کشورهای دیگه نشان میدین از 1910، از بعد از پایان در اوایل قرن 20 به شکل فعال زنان وارد سیاست شدن در اروپا و پیشتر هم میتونیم که در قوانینی هم به نفع زنان، مثلا در 1789 اگه اشتباه نکنم، بله، منشوری که در بعد از انقلاب فرانسه بود، یا مثلا در پیمان نامه وین در 1815 بود که ابدا که فروختن و خرید و فروش بردگان را، سیاهان را منع میکرد. اینا همش در واقع به بخشی هم به زنان برمیگرد، چون زنان قربانیان و همراه کودکان قربانیان در واقع اصلی هستند در این موضوع. بله، در این مسئله هم هست که خود زنان هم دیر وارد رابط بین الملل شدن، دیر وارد سیاست شدن. در کشور ما بیشتر، یعنی سابقهش طولانی تر از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. یکی از ارکان‌های اصلی جامعه سرمایه‌داری مرد سالاریه. جامعه سرمایه‌داری فونکسیونر نمیتونه اینجوری که داره در دنیا و الان و دیگه به غایت وحشتناک‌ترش در جوامع سنتی و عقب افتاده و مذهبی مثل ما کاربرد داشته باشه، پیش بره، تا وقتی که مرد سالاری درش نباشه، تا وقتی که مرد سالاری درش اما مرد سالاری فقط در این که حالا یک سالاری هست به نام مرد نیست. اصلا خیلی ها سعی میکنن با شوخی بکنن که حالا
مثلا فمینیست ها زن سالاری میخوان، یا مسئله اصلا مسئله سالار بودنه. این سالار بودن به همون دیکتاتوری برمیگرده. جامعه که دیکتاتوری درش نهادینه شده است، یکی از این دیکتاتوری ها همون مرد سالاریه. خب که اون وقت در تار و پود جامعه، در آموزش ها، در مذهب، در موسیقی، شما از چیزهای خیلی ساده میتونید من میتونم برای شما مثال بیارم که این مرد سالاری درش هست و بخش زیادش توسط خود این زنا بازتولید میشه، طرف خود زنان بازتولید میشه. از تعلیم و تربیتی که به کودکان دختر و پسرشون میدن، از نادیده گرفتن خیلی جوکا و مسائل، از اینی که زنان تحقیر بشن جلوی چش خود ما زنان. ما زنان بخشن خیلی خودمون بیشتر طرفدار مردانیم تا حقوق زنان، یا همه اینا، ولی محکوم کردن زنان نیست. یک نظامی در هر حال هست که این زنان رو به همین شکل هم تربیت میکنه، بار میاره. مشارکت سیاسی خیلی 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 در جوامعی مثل ما وقتی که به طور واقعی باشه سخته، خیلی سخته. بخشن خود زنان نمیخوان برای اینکه هزار درد بیدرمون داره، هزار درد بیدرمانم به طور واقعیه. یعنی مسائلی که زنان دارن، برای همه مسائل زنان در ایران عمده است، ولی یکی از مسائل یعنی اصلی تعیین کننده است برای هر انقلاب، هر دگرگونی در ایران. مسائلی که دست زنان در ایران دارن اصلا قابل مقایسه با همون طیف مردش نیست. ما از یک ستمی که هممون ازش تحت آزاریم برخورداریم، که یه نظام سیاسیه که شما هم ازش ضربه میخوری هم من، ولی اون وقت یه سری ستم داریم که ویژه زنانه. حداقل صدها هزار زن ایرانی در ادارات و سازمانهای دولتی، آموزش و پرورش، وزارت بهداری و جاهای دیگه کار میکنن. در سطح به اصطلاح مشاغل متوسط و پایین این مشکل کمتر هست، ولی زمانی که یک زن بخواد نقش پرزنتاسیون، نقش نمایندگی، نقش معرف بودن اون جامعه رو ایفا بکنه که در سطوح بالای حاکمیت یا سطوح بالای اداری چنین چیزی ممکن هست، اونجا با این مشکلاتی مواجه میشه که من عرض کردم. مسلماً مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، در عرصه حتی کارهای اداری و سازمانی منتهی به مشارکت سیاسی هم خواهد شد، ولی ما در یک بن‌بست قرار داریم و اون این است که اصولاً با این حکومت میل به مشارکت سیاسی کمه، نه در فقط در زنان، در مردان هم هست. شما میبینید مردم میان توی انتخابات شرکت میکنن، یک کسی رو انتخاب میکنن، میرن پی کارشون، دیگه هیچ کاری ندارن. شما میبینید که مثلا فرض کنید، مثلا من یه مثلا رو اینجا میزنم، موارد بسیاری پیش میاد که در سیمای جمهوری اسلامی مشخصا به ایرانی توهین میشه. از جمله یک آخوند رو میارن اونجا، از ایشون میپرسن که آقا 72 ملت در دنیا هستن، به زبانهای مختلف صحبت میکنن، اینها وقتی رفتن اون دنیا در بحث بهشت و جهنم به چه زبانی صحبت میکنن با هم دیگه و با نکیر و منکر و ماموران بهشت و جهنم؟ این آخوند به راحتی برمیگرده میگه که اونایی که میرن جهنم به فارسی صحبت میکنن، اونایی که میرن به بهشت به عربی. بعد شما میبینید حتی یک اعتراض به این صحبت نمیشه، در حالی که اینجا واقعا تمام فارسی زبانها رو کرده جهنمی و عرب زبانها رو کرده تو تلویزیون ایران، نه تو تلویزیون عربی. و میبینی که حتی یک تظاهرات، یک نامه، یک اعتراض به این توهین بزرگی که بهشون شده نمی کنن. چرا؟ برای که باور ندارن حکومت رو، برای که میدونن اعتراضاشون به جایی نمیرسه، نامه هاشون خونده نمیشه. وقتی این عدم اعتماد بین حکومت و مردم هست، طبیعی است که مشارکت سیاسی رو فقط شما میتونی از کسانی ببینی و انتظار داشته باشی که با حکومت هم فکر و هم سو هستن. کسانی که هم سو نیستن، که اکثریت مردم ایران هستن، میلی هم به مشارکت ندارن. زنان هم بخشی از همین مسئله هستن.